مخومت انتظامی نویای دنغرا امردین نقش مدیر کارخانه استخراج طلای نقش و خوارزاده همسر پرزیدنت تاجیکستان را با اتهام اوبوشی و همراهانش را به ویران نمودن دخل ناپذیری منزل متهم کردند. شرکت مینو فارم نقش را که در پی مناقشه با کارمندان آن دستگیر شده است بیگناه میداند. این گروه 9 نفری که حالا در بازداشت قرار دارند به آن متهم می شوند که شام 16 می در یک زنوزنی در مرکز دنغرا شرکت کردند. پیشتر امردین نقش فرار کرده بود، ولی وزارت کارهای داخلی روز 27 می خبر داد که او با خواهش خود به شعبه کارهای داخلی نویای دنغرا آمده تسلیم شده است. یک منبع در ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 5 ایون به رادیو زاده گفت پرونده این گروه بر اساس 2 ماده کدکس جنایی تحقیق می شود. به قبل او امردین نقش تنها با اوباشی عیبدار می شود، ولی همراهانش بجز اوباشی این چنین به ویران کردن دخل ناپذیری منزل متهم گردیدند. او گفت پرونده نقشف بر اساس بند 2 ماده 237 کدکس جنایی تحقیق می‌گردد که از 60 تا 120 هزار سومان جریمه یا تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند. این منبع گفت نقشف تا لحظه تسلیم شدن آزادانه در دنغرا گشت و گذار می‌کرد و کسی جرأت بازداشت او را نداشت. نقشف به آن گمان بر است که شب 16 می با چندی از همراهانش به کارمندانی کرایه شرکت مینوفارم پیمانکار شرکت فراز حمله کرده است. همصحبتان رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی قبلا در شرح حادثه گفته بودند که در این رخداد حدود 10 کس زخمی شده، در بدن 4 نفر آنها ضربی کرد مشاهده شده است. در میان آسیب دیدگان 4 شهروند افغانستانی هستند که برای بستن شرطنامه برای جمع آوری شیره کمال به دنغرا آمده بودند. یک شاهد حادثه که نخواست نامش ذکر شود روز 24 می به رادیو آزادی گفته بود که حادثه در محله 7 مرکزی نویای دنغرا پس از آن رخ داد که سید غیاسف نماینده شرکت مینوفارم با درخواست شخصان فرستاده امردین نقشف برای صاحب شدن به یک پارچه زمین جواب رد داد. شرکت مینوفارم در یک نامه که آن با امضای مدیر شرکت محمد علی زاده به دست رادیو آزادی رسید، امردین نقشف را بیگناه دانسته است. در این مناقشه شهروند نقشف همچون شخصی خلاص کننده طرف ها اشتراک نموده، جوانان را به بی ترتیبی ها راه ندادن دعوت میکرد، گفته از شرکت مینوفارم. پیشتر منابع رادیو آزادی گفته بودند که مناقشه در منزل اجاره کارمندان این شرکت رخ داده است و در آن حدود 20 نفر از دو طرف شرکت کردند. در نامه شرکت مینوفارم گفته می شود هنگام گشت و گذار در نویای دنغرا میان 4 نفر کارمندان جمعیت شهروندان تاجیکستان و ساکنان محلی از برخورد سخنگوی قبه میان آنها مناقشه رخ داد. این شرکت زخمی شدن 10 نفر از جمله شهروندان افغانستان را رد کرده نوشته است که در این مناقشه تنها 4 نفر اشتراک داشت. منابع رادیو آزادی میگویند 4 نفر افرادی است که تنها از کرد زخم برداشته بودند و در بیمارستان بستری شدند. امردین نقشف خوارزاده همسر رئیس جمهوری تاجیکستان است. پدرش فیضالدین نقشف مدیر پیشین شعبه 4 امانت بانک در نویای سینو شهر دوشنبه بود و سال 2018 درگذشت. امردین نقشف پیشتر در اوریون بانک کار میکرد، حالا رهبر شرکت استخراج طلای نقش است. این شرکت اساساً در جماعت شوگنوی نویه خوالینگ زمین دارد و بیشتر در آنجا به استخراج طلا مشغول می باشد. شرکت مینوفارم که با کارمندانش زنوزنی صورت گرفته است از کمترین شرکت های در تاجیکستان است که اجازه جمع‌آوری شیره کمال را دارد. این شرکت نیز پیوندی های با شرکت سابق فروز دارد که با شمس‌الله صویبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان متعلق می باشد.